شب قدر فرصتی طلایی. شب قدر هدیه‌ای گرانقدر و نعمتی بزرگ از جانب الله عزوجل برای بندگانش است. این شب فرصتی بس بزرگ است که هر سال تنها یک بار تکرار می شود و در این شب بزرگ پاداش اعمال نیک افزون شده و درهای رحمت به سوی بندگان گشوده می شود. شبی که از هزار ماه بهتر است. الله متعال می فرماید لیلة القدر خیر من الف شهر. عبادت در شب قدر از عبادت هزار ماه بهتر است. برای این لازم است که انسان مسلمان این فرصت طلایی را از دست ندهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز با تشویق به عبادت در این شب فرمود من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کس شب قدر را با ایمان و انتظار پاداش از الله برپا دارد گناهان گذشتش آمرزیده می شود. در روایت دیگر در مورد تعیین شب قدر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر. شب قدر را در شبهای فرد ده شب آخر رمضان جستجو کنید، یعنی شبهای 21، 23، 25، 27 و 29. فرد مسلمان باید قدر این شب را بداند و برای حصول ثواب آن این شب را با عباداتی مانند نماز، تلاوت قرآن، ذکر و یاد الله، طلب مغفرت و صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و سلم و دعا کردن بگذراند و از هدر دادن این فرصت طلایی و گذراندن آن در کارهای بیهوده پرهیز کند. دعا در شب قدر. دعا یکی از عبادات بزرگ است که باید خالصانه دعا کنیم و در دعا کسی را با الله شریک نگردانیم و در این شب باید تا جایی که می توانیم دعا کنیم و الله را فریاد نماییم و از خداوند بخشنده و مهربان حاجات و نیازهای خودمان را بخواهیم و از او طلب بخشش گناهان خود را بکنیم. در حدیثی از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت شده است که می فرماید من از رسول خدا سوال کردم که اگر دانستم چه شبی شب قدر است در آن شب چه بگویم؟ فرمود بگو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. خدایا تو بسیار گذشت کننده و بخشنده‌ای و گذشت و بخشش را دوست داری، پس مرا ببخش.